الله يا الله مولانا يا الله، الله يا الله مولانا يا الله، الله 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 مولانا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. نماز شب 12 ماه مبارک رمضان به روایت حرز از آقا امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به این صورت هست. می‌فرمایند 8 رکعت نماز خونده میشه شب 12 ماه مبارک رمضان، که هر رکعت بعد از حمد سوره انا انزلناه فی لیلة القدر را 30 مرتبه بخوانه. 8 رکعت به 4 تا دو رکعتی، یعنی به 4 سلام، و در هر سوره و در هر رکعت بعد از حمد سوره انا انزلناه را 30 مرتبه میخونن. این یه خورده مشکل تر نماز دیشب هست، ولی چون ثوابش زیاده ارزش داره که انسان بخونه ان شاء الله تعالی. ثوابش چی هست؟ می‌فرماید به او ثواب شاکرین داده میشه. خدا میدونه شاکر کسیه که شکر کنه، یعنی در مقابل نعمتهایی که خدا به انسان داده شاکر باشه و قبول بشه نزد خدا که او شاکره، خیلی ثواب داره، خیلی نزد خدا اجر و پاداش داره. وقت ثواب شاکرین را، اون هم نه یه نفر و دو نفر، هر چی شاکر در دنیا هست که در مقدمه اونها خود اهل بیت علیهم السلام هستن، ثواب همه اونها را برای کسی که این نماز را بخونه عائد و واصل میشه، خیلی ارزش داره. این یک، این ثواب آخرتیشه. و همچنین روز قیامت از رستگاران خواهد بود، بازم این به نفع آخرت انسانه، ثواب دومش که از رستگاران خواهد بود، چون اونجا خوشا به حال کسی که رستگار بشه. آیه کریمه از در قرآن اشاره به این مطلب داره، می‌فرماید فوز و رستگاری واقعی و با ارزش روز قیامت اینه که انسان از جهنم رها بشه و اهل بهشت قرار بگیره و رستگار بشه. این بالاترین رستگاریه، واقعا هم همینطوره. خب انسانی که این نماز را میخونه انشالله از رستگاران خواهد بود. این ثواب نماز و کیفیت نماز شب 12. و اما دعای روز 12 و ثواب اون که به روایت ابن عباس از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اما کیفیت دعا به این صورت: اللهم زینی فیه بالستر والعفاف، یا بالستر والعفاف، واسترنی فیه بلباس القنوع والکفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين. معنای این دعا که خودش یک دانشگاه، واقعا یک دانشگاه معرفت، که انسان اینا را انشاءالله ما ترجمه میکنیم، سعی کنیم در خودمون ایجاد کنیم که ثواب هم این دعا شامل ما بشه. جمله اولش اینه که خدایا مرا زینت بخش در این روز. زینت بخش به چی؟ به پولدار شدن، به رئیس و وزیر شدن؟ نه، اینا زینت نیست برای انسان. این دعا میفرماید زینی فیه بالستر والعفاف. این ستر یا ستر دو با
کسر سین یا فتح سین. اگر با کسر خونده بشه معناش حیاست، یعنی خدایا زینت ما را حیا قرار بده، که حیا معلوم میشه برای انسان یک زینته. اگرم بگیم ستر، این میشه پوشش، یعنی ما را زینت بده به پوششی که خدایا در اثر رحمتت بر ما قرار میدی، به اون ما را زینت بده. هر دو صورت خوبه، اما خب شاید همون معنای اول که ستر باشه یعنی حیا. خدایا ما را با حیا قرار بده و ما را مزین کن. و دیگر عفاف، عفاف یعنی پاکدامنی، چشممون پاک باشه، دستمون پاک باشه. و کل اعضا جوارحمون، پاکدامنی مخصوصا، پاکدامن بودن این زینت برای انسانه. خدایا ما را در این روز، روز دوازدهم، زینت و مزین قرار بده، مزین کن به حیا، به دارای حیا بودن و عفاف و پاکدامنی. مطلب دویم، وسترنی فیه بلباس القنوع والکفاف، خدایا ما را بپوشان لباس قناعت را و کفاف را. کفاف، کفاف یعنی اون روزی، رزق و روزی که به اندازه ما یحتاج انسان هست. این لباس قناعت یعنی واقعا اینا درس عرض کردم، انسانی که قناعت داشته باشه همیشهش دلش همیشه راحته و دلش بی نیازه، یعنی احساس فقر نمی کنه. آدم قانع راضیه به اون چه که خدا بهش داده، خیلی راحت زندگی میکنه. خدای از خدا میخواییم که استرنی یعنی ما را ستر و ما را پوشش بده با این لباس. یعنی معلوم میشه این لباس، لباس زینت و لباس برازنده انسان مؤمن هست که قانع باشه تو زندگی، حریص نباشه، چشم دلش نداره، هرچی خدا بهش داده همون را راضی باشه. و کفاف یعنی دنبال زیاده روی، زیاده داشتن اینا را دنبالش نره. اگر هم زیادی داره تو راه در آدم مؤمن نگه نمیداره، میده به دیگران، دیگران را شریک میکنه در خوشی های خودش، در اون چی که خدا بهش داده. تو دعای صلوات شعبانی هم که هر روز میخونیم، یه فقراتش، چند جملهش به همین معناست. خدای ما رو مواسات اونایی که ندار هستن توفیق بده که ما اونها مواسات کنیم در زندگی. مطلب سیوم، وحملنی فی علی العدل والانصاف، خدایا مرا کمک کن در این روز که انسانی باشم، کل زندگی البته، انسانی باشم که عدل و انصاف رو در زندگی خودم رعایت کنم. یعنی همینطور که دوست دارن مردم با من با عدل و انصاف رفتار کنن، خودم هم با دیگران با عدل و انصاف رفتار کنم. مطلب چهارم، آمن نیفی من کلی ما اخاف، خدایا از تو میخواییم که در این روز از اون چه که مواهمه داریم ازش، ترس داریم ازش، ما را ایمن قرار بدی. این هم چقدر زیباست. آدم از خیلی چیزا میترسه، از مریضی های بعد، از گرفتاری ها، از مشکلات، از این چیزا. خدایا ما را امان بده از اینها، مبتلا نشیم به اینها. چقدر دعای زیبایی. خب اینا را که از تو خواستیم خدایا، آیا ما مستحق هستیم؟ خیر، بلکه به عصمتی که یا عصمت الخائفین، یعنی به حفظ خودت این دعاهای که اکردیم، ای کسی که خائفین را از ترس نجات میدی، به حفظ خودت، به کرم خودت این دعای ما رو مستجاب قرار بده. ثواب این دعا میفرماید هر که این دعا را روز دوازدهم بخوانه، گناهان او تبدیل به حسنات شده. الله اکبر. گناهای انسان که بناس اونجا جهنم ببرن انسان را، خدا تبدیلش میکنه به ثواب، یعنی میبرنش بهشت. یعنی اینقدر این تحول ایجاد میکنه این دعا را، با تلقینی که داره، با اون تلقینی که به نفس میشه و انسانم پیش بگیره، سعی بکنه، اینقدر ارزش پیدا میکنه که درجه گناهاش تبدیل به حسنه میشه و گناهان گذشته و آینده او آمرزیده میشه.
گناه های گذشته و آیندهش آمرزیده میشه که حتما اهل بهشته. و اما ثواب روزه ما، روزه دوازدهم، باز به روایت ابن عباس از پیغمبره که هر که روز دوازدهم روزه بدارد خدا بدل میکند سیئات او را به حسنات. ثواب روزه هم همینه و قرار میدهد حسنات او را چندین برابر. این اضافه داره بر دعا که خدا گناه های افراد روزدار روز دوازدهم را تبدیل به حسنه میکنه، یک، این حسنه را چندین برابر قرار میده، دو، و می نویسد از برای او به هر حسنه ای هزار هزار حسنه، و کارهای نیکی که کرده، حسنه هایی که داشته، هر کدوم به یک میلیون برابر ثواب میده. خدا به همه ما توفیق بده که انشاءالله روز دوازدهم را به خوبی و شایستگی روزه بشیم و از ما قبول کنه. به محمد و آل الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آله. ونبهنا عن الغفلات ليلا ونبهنا عن الغفلات ليلا.